آلبرت اینشتین در 14 مارس 1879 در شهر اووله آلمان به دنیا میاد. اون فیزیکتان و نظریه پرداز بود و مهمترین فعالیتش ارائه نظریه نسبیت بود. اینشتین در سال 1921 موفق به کسب جایزه نوبل شد. علاوه بر این، اون نواختن ویولون بود. به سفر کردن علاقه داشت و در زمینه مختلفی اظهار نظر میکرد. اکثر جملات معانی بسیار عمیقی داشت و واقعا راهگشا بودند توی این ویدیو چند تا از معروف ترین و کاربردی ترین سخنانش رو براتون میگیم که به گفته خودش تویش دانشگاهی گفته نشده این نقل قول ها با اینکه سادن اما میتونن تغییرات مثبتی رو در طرز فکرتون ایجاد کنند شماره یک یک کشتی همیشه در کنار ساحل امنیت داره اما این چیزی نیست که به خاطرش ساخته شده بذارید حکایت نیش مار و زنبور رو براتون تعریف کنم روزی زنبور و مار با هم بحثشون شد مار گفت انسان ها از ترس ظاهر خوفناک من میمیرن نه به خاطر نیش زدنم اما زنبور قبول نکرد مار برای اثبات حرفش با زنبور قراری گذاشت اونا رفتن و رفتن تا رسیدن به چوپانی که در کنار درختی خوابیده بود مار رو به زنبور کرد و گفت من اونو نیک میزنم و مخفی میشم و تو در بالای سرش سر و صدا ایجاد کن و خود نمایی کن مار نیش زد و زنبور شروع به پرواز کردن بالای سر چوپان کرد چوپان فورا از خواب پرید و گفت ای زنبور لعنتی و شروع به مکیدن جای نیش و تخلیه زهر کرد مقداری دارو روی زخمش گذاشت و بعد چند روز حالش خوب شد مدتی بعد که باز چوپان در همون حالت بود مار و زنبور نقشه دیگه کشیدن این بار زنبور نیش میزن و مار خود نمایی میکنه این کار رو کردن و چوپان از خواب پرید و همین که مار رو دید از ترس پا به فرار گذاشت و به خاطر وحشت از مار دیگه زهر رو تخلیه نکرد و هیچ مرهمی هم استفاده نکرد چند روز بعد چوپان به خاطر ترس از مار و نیش زنبور مرد بعضی بیماری ها و کارها هم به همین گونه هستند فقط به خاطر ترس از اونا افراد نابود میشن یا شکست میخورن بیماری سرطان از جمله بیماری هایی که دلیل عمده مرگ و میر بیمارانش باخت و تضیف روحی اوناست شماره دو همه افراد با استعداد هستند اگه شما یه ماهی رو بر اساس تواناییش در بالا رفتن از درخت بسنجید اون ماهی تمام عمرش رو بر این باور خواهد بود که یک بیدست و پای احمقه امت فاکس نویسنده و فیلسوف معاصر موقعی که برای اولین بار با آمریکا رفته بود برای صرف غذا به رستورانی میره اون که تا اون زمان هرگز به همچین رستورانی نرفته بود در گوشه به انتظار میشینه و با این نیت که از اون پذیرایی میشه منتظر میشه و هر چه لحظات بیشتری سپری میشه هیچ کسی برای پذیرایی از اون حاضر نمیشه از همه بدتر اینکه مشاهده میکنه افرادی که بعد از اون وارد رستوران شدن با بشقاب های پر از غذا مشغول خوردن در مقابل او هستند. او ما نراحتی به مردی که بر سر میز همجوار نشسته بود نزدیک میشه و میگه من حدود 20 دقیقه است که در اینجا نشستم بدون که کسی کوچکترین توجهی به من نشون بده. حالا میبینم که شما پنج دقیقه پیش وارد شدید و با بشقابی پر از غذا در مقابل من اینجا نشستید. موضوع چیه؟ مردم این کشور چگونه پذیرای میشوند؟ مرد با تعجب میگه ولی اینجا صرف سرویسه بعد به قسمت انتهای رستوران جایی که غذاها به مقدار فراوان چیده شده اشاره میکنه و ادامه میده میتونی بری اونجا یه سینه بزرگ برداری و هر چی دلت میخواد انتخاب کنی پولونو بپردازی و بعد اینجا بشینی و اونو میل کنی امت فاکس قدری احساس حماقت میکرد دستورات مرد و دنبال میکنه اما وقتی غذا رو روی میز گذاشت ناگهان به ذهنش رسید که زندگی هم در حکم سلف سرویسه همه نوع رخدادها فرصتها موقعیتها شادیها خوشحالی و غمها در برابر ما قرار داره در حالی که اغلب ما بی حرکت به صندلی خودمون چسبیدیم و آنچنان محو این هستیم که دیگران در بشخواب خودشون چی دارن و دوچار شگفتی شدیم که چرا اون سهم بیشتری داره و هرگز به ذهنمون نمیرسه که خیلی ساده از جای خودمون بلند شیم و ببینیم چه چیزهایی فراهمه سپس اون چیزی که میخوایم و انتخاب کنیم سه پنج چیز رو به هیچ کس نگو یک مشکلات روابطتون رو دو مقدار پول جیبتون رو سه مشکلات خانوادگی خودتون رو چهار نقاط ضعفتون رو پنج اهدافتون رو در سال 2009 پتر گل تست های جدیدی انجام داد که یکی از اونا به این شکل بود 163 نفر در 4 تست متفاوت اهدافشون رو نوشتن نیمی از افراد تست شونده اهدافشون رو بازگو کردند و نیم دیگه اهدافشون رو نگفتن یعنی درباره هدفشون صحبت نکردند هر سر شست و سه نفر 45 دقیقه وقت داشتن که روی اهدافشون کار کنن و کارهایی انجام بدن که اونا رو به هدفشون نزدیک تر میکنه اما به اونا گفته شده بود هر زمان که مایل بودید میتونید دست از کار بکشید نتیجه به این شکل بود که افرادی که درباره اهدافشون صحبت نکرده بودند میانگین 45 دقیقه رو صرف انجام کارهایی کردن که اونا رو به اهدافشون میرسون و زمانی که بعد از کار از اونا سوال پرسیدن که اوضاع از چه قراره؟ اونا گفتن کارهای زیادی رو باید انجام بدیم تا به اهداف برسیم اما اونایی که اهدافشون اعلام کرده بودن کار رو بعد از میانگین 33 دقیقه کنار گذاشتن و وقتی از اونا پرسیدیم علت کمتر تلاش کردن شما چی بود؟ گفتن به اون کار خیلی نزدیک شدن شما باید در برابر وسوسه که به شما میگه اهدافتونو به دیگران بگید مقاومت کنید اصلا اهدافتون رو به دیگران نگید قید لذت تشبیق های دیگران رو بزنید قبول کنید که ذهن شما تفاوت واقعیت و تصویر ذهنی رو نمیدونه در سکوت به طرف اهدافتون برید و برای رسیدن به اون تلاش کنید اگه لازم بود اهدافتون رو به دیگران بگید باید جوری این اهداف رو بگید که براشون ما لذت بخش نباشه بهترین پیشنهاد در همچین مواقعی اینه که سکوت کنیم هدف و مقصدمونو به دیگران نگیم و در سکوت به تلاش کردن ادامه بدیم